سلام و وقت همه شما بخیر بیننده های عزیز تلویزیون خورشید، خدا کنه که جور صحتمند باشین، یعنی آرزوی صحتمندی هر یک تان دارم، در پناه خداوند باشین. و بازم خیلی خوشحال هستم از اینکه بازم وقت برنامه رسم زندگی فرا رسیده و در خدمت شما هستم تا ساعت 2:30 در این برنامه امروزی. یک موضوع خیلی جالب را انتخاب کرده، موضوع خوب است که خواستیم امروز تا ساعت 2:30 روی موضوعی که در برنامه داریم صحبت بکنیم. عزیزان، ما همیشه گفتیم که خیلی پیشرفت‌های خوب بوده در همه عرصه ها، یعنی با این که مشکلات هست در جامعه ما، اگر مشکلات امنیتی هست یا بقیه مشکلات که هست، ولی باز هم هر فرد جامعه هر کدام با به یک نحو خیلی تلاش به این میکنیم تا در اجتماع کار بکنیم، در اجتماع و جامعه خود ما فعالیت داشته باشیم و بخاطر ساختنش، یعنی هر یک به یک نحو از خود کوشش را داره. امروز ما میخواهیم، چون جوانای خیلی زیاد هستن که در بخش مدلنگ یا این که یا بگیم همون فرهنگ اصیل لباسای خود ما را میخواین به نمایش بگذارن، یعنی جوانای هستن که در این بخش فعالیت دارن و بارها از طریق رسانه ها شما میبینین که به یک نحو لباسای همونطور که گفتم فرهنگ خود ما را به نمایش میگذارن و دستاوردهای بسیار خوب را داشتن. امروز ما خواستیم که سطح مدلنگ در جامعه ما چگونه هست، یعنی با این که کسایی که فعالیت میکنن کار میکنن در اوایل چگونه بود و حال با این کسایی که فعالیت دارن چگونه شده، یعنی کسایی که جوانایی که میخواین که بخاطر فرهنگ خود ما یا این که بیشتر تقویت ببخشن لباس مثلا فرهنگ اصیل خود ما را که به نمایش بگذارن، نه تنها در افغانستان بلکه در همه جهان، یعنی بالاخره حالا سطحش چگونه شده و کسایی هم هستن که کار میکنن، تشویق جوانای دیگه چگونه هست، یعنی علاقه مندی شما و بقیه موارد که هست. همین موضوع رو امروز انتخاب کردیم که بازم میخوایم تکرار بکنم موضوع رو روی سطح مدلنگ مخصوصا خانم‌ها را بیان مورد بحث قرار بدیم در افغانستان چگونه هست. موضوع جالب هست، مهمان را هم در برنامه با خود دارم، بیشتر صحبت‌ها رو با مهمان برنامه می‌خوایم داشته باشم. خانم عاطفه فصیحی یک تن از مدل‌های ما هستند که شما کارایشان دیدین، سریق رسانه‌ها همیشه وقت بودن و همه ما می‌شناسیمشان. امروز با عاطفه جان می‌خوایم صحبت‌های بیشتر روی این مورد یا موضوعی که داریم داشته باشم. سلام بر خودت، خیلی خوش آمدی. سلام علیکم. سلام های گرم خدا به شما، دست اندرکاران پشت صحنه، عزیزانی که تلویزیون خورشید را تماشا میکنن، تقدیم میکنم. امیدوار هستم که هر لحظه زندگیشان پر از شادی و نشاط و سرور باشه. بسیار خوب. قبل از اینکه بیایم کلی صحبت بکنیم که چگونه هست یا کسایی که علاقمندی جوانای دیگه چگونه هست، از کارهای خودتون آغاز میکنیم تا مردم ما بیشتر با شما آشنا شوند، با کارهایتون، با این که از کجا آغاز کردین و حالا در کجا رسیدین و نظر خودتان. خب مدل بودن برای خودم شخصا مبهم بود، من دقیق نمیفهمیدم که مدل یعنی چی، یعنی چی که لباس بپوشی بیای او رو به نمایش بگذاری، اصلا معنای خاصی به من نداشت. من تقریبا 9 ماه پیش کار ما آغاز کردم با اجمل جان حقیقی، بنیانگذار فرهنگ مدل فرهنگی در افغانستان. کارهای ما شروع کردم تقریبا 3 ماه برای من ترینینگ دادند، پشت صحنه دیزاینینگ یاد دادن و گفتن که یک قسم از ما به فرهنگ کار میکنیم. کم کم شوق علاقه‌ام شد که خودم روی صحنه بیایم و بتونم که یک مدل خوب به جامعه باشم. البته کاری را که ما پیش گرفتیم ادامه میدیم کار کاملا فرهنگی داخل چوکات اسلامی ما میباشه. واقعا و ما میبینیم با لباسهای خیلی زیبایی که امروز پوشیدین، با یک رنگ خیلی مقبول. کم در رابطه به این لباس ها بگوین که از مربوط ارتباط به کدام ولایت ما داره، از کجا هست، چگونه و دیزاین فکر شما چقدر بوده با اجمل جان حقیقی. این کارهایش همه دوستای ما میبینن و بیننده های ما شاهد بودن روی کارهایشان، در این رابطه بگوین. سلامت. لباسهایی را که امروز به تن کردیم مربوط کدام سمت نمیشه، اما خواستیم لباسی را تهیه کنیم که بوی افغانی داشته باشه، رنگ و بوی افغانی داشته باشه، که کاملا تکش در تکش گلاباتون میده کار شده، کف آستین و کمربند ما کار قرص دوزی است و یخن ما کار چرمدوزی و عینکاری های بسیار مقبول در این کار گرفته شده. زیوراتی هم که بسته کردیم بسیار قدیمی می باشه که مربوط فرهنگ افغانی ماست و ابتکاری که کردیم همیشه آقایان لونگی می زنن. امروز خواستم که
یک دختر خانم بینگ بزنه. من شخصا زیاد خوشم آمد و اطمان هم تیگ لباس من دیزاین میخواییم که با شما باشه، شما دیزاین بکنین و ما استفاده بکنیم. خب روی کارهایتان نو ما گفتین که شروع کردین، با این که شما فعالیت دارین دختر خانم های دیگه هم هستن که با شما کار میکنن یک جان و هم شما را روحیه بده و هم اونا که بالاخره یک جمع هستن که شما کار میکنین. دقیقا وقتی من کارم آغاز کردم اول بسیار تنها بودم. بله. و مثلا مدل بانوی افغان که معرفی شدم از طریق رسانه ها احساس تنهایی میکردم و مثلا خوش داشتم که همکارای زیادی داشته باشم در پهلوی من استاد شدن و اما تو که آقایان زیاد است همه جا دختر خانم هم ده مثلا عاطفه های زیادی در پهلوی من استاد شدن و لباس های افغانی خود ما رو به نمایش بگیریم و خدا رو شکر آله متقاضی بسیار زیاد داره، بسیار دختر خانم ها آمدن پیشنهاد کردن. دیگه تمریناتی هست که باید رویشان انجام بدیم تا ای که بتانن روی صحنه بیاین، چون خودم تقریبا 3 ماه 3.5 ماه من پشت صحنه کار کردم تا که آشنا شدم روی صحنه آمد. فعلا در شرایط کنونی جامعه ما خب مشکلات هست، ولی بازم شما چگونه میبینین در صدرهای شما چقدر با کارهایی که شما دارین مشکلات هست و با این همه شما چگونه میبینین امکانات و این که چقدر مساعد از زمینه بر شما؟ مشکلات خب طبعا در جامعه افغانی که ما زندگی میکنیم فرهنگ، سطح فرهنگ کمی پایین است و ای که یک دختر خانم به نام مدل و روی صحنه بیایه واقعا برایش مشکل است. ولی وقتی که خواهرای من، تشویق خواهرای من، مادرای من، همچنان برادرها و پدرای من دیدم بسیار خوشحال شدم و از من واقعا به الگوی افغانی مرا معرفی کردن، مرا تشویق میکنن و از کارم به نهایت راضی شدم. جدا از این که مثلا من انتقاد کننده زیاد داشته باشم، من تشویق کننده به حد زیاد دارم بسیار. چون کار ما داخل فرهنگ افغانی خود ماست. این فرهنگ تنها از من نیست، از شما نیست، این فرهنگ از یک افغانستان است و هدف ما از این که میایم لباس های افغانی رو میپوشیم ایست که بتانیم همبستگی و وحدت در بین مردم خود ایجاد کنیم و مثلا کسی نگوید تو پشتون هستی، تو تاجک هستی، تو هزار هستی، همه ما افغان هستیم و داخل اینمی کشور زندگی میکنیم، یعنی می کشور از ما و شما هست، خواستیم این قسم همبستگی را ایجاد کنیم. دقیقا من میخوایم بعد دختر خانمایی که شما گفتین حالا زیاد مراجعه میکنن و میخواین کار بکنن در این بخش، چون تشویق شدن شما را دیدن و به مثل شما کسایی که کار میکنن به خاطر اما تو که گفتین تقویت بخشیدن فرهنگ خود ما کار میکنن، به یک نحو تشویقی شما چه چیزهایی را پیشنهاد میکنین به فامیلای همچون کسایی که علاقمندی دارن با این که اگر مشکلات هست میخواین به فامیلایشان که اگر بیننده باشن و همچون دخترای اگر دارن که میخواین کار بکنن در اجتماعشان چه مورد را میخواین به اونای بگوین؟ یک برابطه با بحث شما یک بحث دیگر را یادآور شوم. تا قبل از اینکه خودم روی صحنه بیایم و به عنوان مدل افغان معرفی شوم، مدل بودن برای دختر خانم ها و به جامعه افغانی بسیار یک چیز بی‌معنا بود و خانم ها و دختر خانم هایی بودند که در کلیپ ها ظاهر میشدن و در سینما ها کار میکردن با استفاده از لباس های افغانی و نام افغانی را، لباس افغانی را بد می کردن. ولی با وجودی که با وقتی که من پا ورسه ماندم و کارم شروع کردم، وقت فکر میکنم مفکوره ها کمی روشنتر شد. یعنی به این عقیده بودن که دختر خانومی که مدل شوه شاید بره در یک کلب رقص کنه. بله. ولی خب این در جامعه افغانی ما و شما اصلا در فرهنگ افغانی ما این نیست که لباس افغانی رو به تن کنی و بری در یک کلیپ حالا استک و بالک بزنی دیگه. ولی ما که آمدیم کارم شروع کردیم داخل چوکات فرهنگی و اسلامی است و از خانواده ها تقاضای می است که کمی مثبت ببینن. همیشه در جامعه بودیم که منفی دیدیم، منفی بودیم و تا حال هم ادامه داره. یک کار بکنیم اما فراموش نکنیم که در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم. بله، دقیقا. حد و حدود ما را هر کدام ما باید بفهمیم. دقیقا، بله. بسیار خوب، خیلی صحبت ها زیاد است و با عاطفه جان حتما صحبت میکنیم، اما فعلا میان برنامه کوتاه بعد از وقفه عزیزان ما را همراهی بکنیم.
ادامه برنامه هست و بازم با شما هستیم. آتفا جان با ما هستن، با این که میبینین خیلی لباس های زیبا پوشیدن، یعنی ما روی جوانایی که مدل هستن، یعنی میخواین که لباس های اصیل خود ما را به نمایش بگذارن. همونطور که قبلا گفتم، نه تنها به مردم افغانستان بلکه به همه جهان نشان بدن که بالاخره فرهنگ ما چگونه هست و بالاخره اون همه موارد که هست فرهنگ اصیل خود ما را به نمایش میگذارن. اگر شما در رابطه چیز نظر دارین، سوال دارین، ما در خدمت شما هستیم. بیاین از آتفا جان بپرسیم که کارهای آیندهشون چی از با جمع از تیم که دارن، چی پلانهایی دارن به خاطر پیشرفت کارهای خودتان. بالاخره میخوایم که پلانهای آینده، برنامه هایی را که دارین از شما بشنویم. سلامت باشین. راهی را که ما پیش گرفتیم تقریبا تا ای که بخوایم به هدف برسیم و به جهانیان ثابت کنیم که افغانستان دارای چنین فرهنگی است، بله، بسیار یک راه طولانی است و شاید با مشکلات زیادی سد راه ما شود، ولی خودم شخصا مبارزه میکنم که به اهداف اصلی خود برسم. ما کارهایی را که انجام میتیم زیر نام بنیاد فرهنگ افغانستان است که تقریبا ایره 7 سال پیش اجمل جان حقیر تأسیس کرده بود، اما متاسفانه چون تیم مستحکمی نداشت که بتانه مثلا بنیاد خود وسیع کنه، کارهای بیشتری را در او جای بته، بخاطر همون ما یک حالا که تیم بسیار خوب یافته، تیم قوی پیدا کرده، میخواییم که بنیاد فرهنگ افغانستان را افتتاح کنیم که در رأسشم اجمل جان حقیقی هستن، در بخش بانوها خودم هستم. دیگه کارهای آینده ما طرح و دیزاین لباسهای جدید است و میخواییم که اولین شاهکاری را که کنیم یک لباس عروس افغانی را به جامعه معرفی کنیم. چه لباس را دیزاین میکنن، طرح میکنن؟ بسیار خوب. سفرها داشتین؟ سفرهای ولایتی ما بله بسیار زیاد دعوت میشیم. تقریبا هفته پیش از ولایت سمنگان بر ما زنگ زده بودن از بخش فرهنگیشان که ما چنین نمایشگاه داریم، بیاینده. همچنان مزار شریف به هرات دعوت شدیم. سفرهای خارجی همچنان داشتیم به بیرون از افغانستان. مثلا امسال اول سال از طرف کشور ایران ما دعوت شده بودیم، ولی متاسفانه وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچگونه همکاری با ما نکردن و ما نتونستیم که بریم، ولی داخل افغانستان سفرهای ولایتی بسیار زیاد داریم. و تشویق مردم در اگر ولایت‌های ما هست یا تا جایی که شما آگاهی داریم بیرون از کشور، چون دعوتتان کرده، حتما که خیلی کارهایتان خوش کردن، دوست دارن و میخواین که بیشتر رشد بکنین شما در کارهایتان، یعنی بازم به نظر شما تشویقشون چگونه بوده؟ اوایل چگونه بود و حال دید مردم، ذهنیت‌هایشون چگونه شده؟ اول زیاد رأی نمیدادن مردم، یعنی و با طبقه مخصوصا اوناس، بله، اصلا هیچ رأی درست نمیدادن، ولی وقتی که مردم فهمیدن که ما به فرهنگ افغانی خود کار میکنیم، ما کوشش داریم که هر کشور از خود یک فرهنگ داره، فرهنگ است که هویت یک کشور رو بیان میکنه، ولی متاسفانه فرهنگ ما مرده بود، ولی وقتی که ما آمدیم تا حدودی فرهنگ زنده کردیم و حال طرفداران بسیار زیاد داره. مثلا می آمدن دامادها لباس های هندی فرمایش می دادن، پرسان می کردن، ولی اجمل جان یک ابتکاری کرد که لباس افغانی برای دامادها آمده کرد که کلن کار گلاباتون در او کار گرفته شده و خودم می خواهیم که مثلا یک لباس عروس افغانی را به جامعه عرضه کنیم که ببینن و تشویق زیاد شده. کسایی که خواستن ازدواج بکنن از لباس های که شما طرح میکنن استفاده بکنن. تا حالا چند ولایت لباسش نمایش دادین، کار کرده؟ اونگه پسرا بوده یا بختر دختر خانما؟ طبعا چون من کارم دیرتر شروع کردم، تقریبا 1400 لباس جمع آوری کردیم، تحقیق کردیم و تانستیم که بروی تصویر بکشیم. و مثلا یک قوم ما یک لباس نداره، مثلا قوم هزاره ما، هزارهایی که در دایکندی از بامیان، غزنی، هر کدام لباس هایشان فرق داره و نمیتونیم که بگوییم مثلا مردم هزاره یک لباس داره، بیشتر از 15 لباس داره که ما تانستیم کم کم از گوشه و کنار تحقیقات کنیم و بتانیم که لباس هایشان به دست بیاریم و برو به نمایش بگیریم. از طبقه خانم ها
هنوز زیاد لباس ها مانده که مثلا خودم یا همکارایم بتونن اون رو نمایش بدن. دیگه از زیر کار است و نوآوری های بسیار زیاد داریم. بسیار خوب. تیم که شما دارین در مجموع پسرها چند نفر هستن و دختر خانم ها با شما یک جا چند نفر هستن؟ تقریبا 14 پسر هست در گروه ما. 14 پسر است و 4 دختر خانم که 3 دختر خانم روی تصویر است با ما یک جای و یک دختر خانم که تمریناتش جریان داره. بسیار خوب. اگر یک دختر خانم بخواهی که مدل شوه، شرایط را که هست از طرف شما که بالاخره اون شرایط یا ویژگی ها را داشته باشد تا که بالاخره بتونه یک مدل بسیار خوب باشه، این چه ویژگی های است؟ یعنی چه شرط و شرایط خود داره؟ خب مدل کسی که بخوای مدل شوه، جدا از این که باید قواره و قد و یا داشته باشه، طرز گفتار درست داشته باشه، تحصیلاتش بالا باشه. طرز گفتار بسیار درسته. درسته شاید بسیار مدل ها آمده پیش ما از دختر خانم ها و از طبقه آقایان که پیشنهاد دادن که مثلا ما میخوایم مدل شویم، ولی میتونن لباس به درستی نمایش بتن، ولی وقتی برش بگویی که مثلا این لباس بگیر معرفی کو، نمیتونن، گفتار درست ندارن. تاکید بیشتر روی گفتارشان است، جدا از این که قد و قواره یا داشته باشه، تاکید بیشتر سر گفتار است و همچنان تحصیلشان. خب خود ما آگاهی داریم دیگه، هر چقدر تحصیل بالاتر باشه، نحوه گفتار آگاهی دهی به مردم بسیار خوب در میاد. مژگان جان روی خط تلفن هستن، میشنویم که خواهر ما چه گفتنی دارن. سلام برسه به شما، خیلی خوش آمدین. سلام مژگان نظریستم. خوش آمدین مژگان جان. من میخواستم که یک سوال داشتم آشون راجب هم آتدیم. بله مشنویم، بفرمایید. من میخواستم که سوال میسته که چیزی بخواید مدل شود اگر سر طرف کشور خود و خواهد کجا مراجعه کنند؟ خب سوال شما را گرفتیم. تشکر مژگان جان از اینکه تماس گرفتیم. اینا گفتن اگر بخوایم که مدل شویم با کجا مراجعه بکنیم؟ دفتر کاری ما، البته اگر بخواین تحت نام اجمل حقیقی کار کنن، دفتر مرکزی ما در ساحه پل سرخ می باشه و به خاطر که تمرینات مدلینگ ما اونجا جریان داره و دفتر فروشگاه ما که آرشیو ما که لباس ها را ما اونجا داریم در ساحه کوته سنگی است، مارکت احمدی. بسیار خب، اگر میخواین با تیم اینا کار بکنین پس برتان گفتن آدرس شیکه کجا مراجعه بکنین، حتما علاقمندی دارم مشکان جان. پس این شرط شرایط بود تا اینکه اگر کسی میخوای مدل شوه، عاطفه جان گفتن که چی ویژگی های خود داشته باشه تا بیاین در این عرصه فعالیت های خود داشته باشن. اجمل جان حقیقی هستن، اونا یعنی با شما کار میکنن و کسایی که اگر دختر خانم هایی که هستن یا پسر هایی که هستن کار میکنن، یعنی چند فیصد نظریات شما هم هست؟ مثلا اگر یک لباس را شما طرح میکنین، یعنی اجمل جان است و بالاخره نظریات شما تا کدام حد میباشه؟ مشترکان کار میکنین یا بالاخره اجمل جان فرض مثال دیزاین میکنن طرح میکنن و فقط شما نمایش به نمایش اون را میگذارین؟ بسیار سوال خوب. لباس هایی را که ما طرح و دیزاین میکنیم از طبقه آقایان، خب بیشتر اجمل جان نظریات بچه های تیم میگیره. بله. چون مطمئنن با یک مفکوره یک چیز خوب به دست نمیره، یکی چند مفکوره را روی هم بگذاریم و بتونیم که یک لباس خوب تر آماده کنیم، طبعا به مشوره یک دیگه ضرورت داریم. و از طبقه خانم ها لباسی را که طرح و دیزاین میکنیم، اجمل جان بیشتر نظر مرا میگیره، چون خودم دختر هستم و میفهمم که مثلا یک دختر خانم در چه نوع لباس راحت است. بیشتر نظریات مرا میگیره و به فکر شما که باید مثلا به یک لباس چه چیزها کار شوه، همون لحظه دفتن در فکرتان میای یا فکر میکنین بالاخره بعد از یک سلسله تحقیقات را که میداشته باشین؟ نه. شما مفکورهای خودتان هم روی طرح یا کاغذ میریزین؟ دخت لباس بسیار راحت است، طراحیش که بسیار وقت زیادی رو در بر میگیره
و به خاطر یک لباس تقریبا اگه لباس بسیار پرکار باشه حدود یک ماه سر طراحی او کار میکنه و اگه لباس مثلا کم طرح‌تر باشه و مواد کمتر در او کار گرفته شده باشه طبعا وقت کمتر میگیره. دیگه او قسمی نیست که مثلا در یک روز بیایم یک لباس طرح کنیم و تیز بدوزیم بره، نه تقریبا هفته ها بالای یک لباس کار میشه تا که بتانیم. و اگر لباس کدام قوم یا قبیله ما باشه ایره خود طبعا دیگه باید سفر کنیم، بزرگایشان رو ببینیم، مشوره کنیم، بفهمیم که چه قسم اونا لباس میپوشن، بعد از اون طراحیش رو شروع میکنم، بعد از اون میدوزیم و نماش میکنم. خیلی کار داره. بیشتر آتفاجان شخصا شما به لباس اگر مربوط یکی از ولایت ما باشه کدام سمت بیشتر شما دوست دارین لباس شم؟ من حتی تا همی امروز دوست داریم که پرسان میکنه از کجا هستی، من دقیق نمیگم من از کجا هستم، میگم من افغانی هستم، از این افغانستان هستم. و ای که شما میگین که کدام لباس دوست دارین، هر لباس ما یک زیبایی خاص خود داره، هر لباس ما یک وقتی که من میپوشم با شوق و علاقه اونو میپوشم، نمیگم که این لباس پشتون است، نمیگم این لباس هزارگی است، من نمیپوشم میره، با عشق و جان و دل رو میپوشم و به نمایش میگیرم. و بسیار خوب. در رنگ ها کدام رنگ دوست داره؟ رنگ مورد علاقه من سرمه‌ای و سرخ و سیاه. در رنگ ها کار کرده این لباس ها طرح شده؟ سیاه جور کردیم، سرمه‌ای جور کردیم، سرخ هم جور کردیم. دقیقا. بیشتر هماهنگی رنگ ها یا مثلا اگه لباس را کسی بخواه بپوشه یعنی بیشتر کسا نمیفهمن که با چی رنگ مثلا کدام رنگ بیشتر هماهنگ میتونه باشه. در این اصلا شما بسیار مشورات یا پیشنهادات بسیار خوب را میتونین داشته باشین که یعنی در هماهنگی رنگ ها بر شما حالا خیلی کار ساده هست که با کدام رنگ بیشتر زیبا معلوم میشه. اگه در این رابطه چند رنگ مخصوص را که بیشتر مردم میپوشه استفاده میکنن با این که با کدام رنگ ها بیشتر هماهنگ میتونه باشه در یک روی چند مثال اگر بگوین خیلی خوب میشه. هماهنگی رنگ ها همونطور که شما گفتین این بسیار یک بحث مهم است در طراحی لباس که کدام رنگ با کدام رنگ بیشتر میخونه. و رنگی را که بیشتر ما تهیه میکنیم و مردم سفارش میتن رنگ جیگری و کرمی است که مثلا این سفارشات هم از دامادهای ما داشتیم که رنگ کرمی پرنتومان جور کردن و واسکت دامادی را که تهیه کردن و کلن کار جیگری بوده. همچنان رنگ لاجوردی و سفید، دیگه سرخ و سیاه، اینا لباس تهیه کردیم از اینا و بی حد مقبول معلوم می شدن. سبز و سفید بسیار سبز و سفید خوب رنگ هاست، رنگ هایی هست که معمولا استفاده می شن و این رنگ ها را همگی دوست دارن، یا بیشتر سیاه میگن یا بیشتر رنگ سفید میگن. و اگر این مکس شد همه تو شما گفتیم مخصوصا در لباس های افغانی خود ما بسیار زیبا معلوم می شن. من می خواهیم ای که بنوان آخری صحبت های ما باشه که پیشنهاد یا هم مسائل یک بنوان یک چیز به صورت تشویقی باشه به کسایی که دختر خانمایی که بیننده هستن میبینن، چه گفتنی را به اونا داره؟ قبلا هم برات در این رابطه صحبت کردیم ولی باز هم صحبت های اخیر ما به کسایی که اگر بخواین کار بکنن نه تنها در بخش مدلینگ، همه بخش های اگر اینا بخواین کار بکنن مبارزه کردن خودشان چقدر میتونه که برشان سرنوشت ساز باشه؟ بسیار سوال خوب. گفتنی ما به خواهرای ما به مادرای ما است که کار کردن در شرایط افغانستان و واقعا موافق هستم امرایشان، سخت است، دشوار است، نمیتونن، شرایط بعضی وقتا ایجاب نمیکنه که یک دختر خانم بیاید در فضایی که کار کنه که پر از پسر باشه. ولی اگر بیاییم محدود ترش کنیم او برای ما بسیار سخت در میشه. خوب است که کمی مثبت ببینیم، همیشه ما منفی دیدیم، از همی منفی بودن ماست که جامعه ما این گونه شده. ولی اگر کمی با دید مثبت ببینیم، همه چیز خوب ببینیم، مطمئن باشیم که به قله های موفقیت میرسیم. و حمایت همیشگیشان را خواهان هستیم در بخش فرهنگ، چون عاطفه برای فرهنگ کار میکنه، چون این فرهنگ افغانی تنها از من است، یا از همه افغانستان است. ما همه شما را حمایت میکنیم و انشالله که هرچی بیشتر موفق باشین در کارهایتان و ما بیشتر دستاوردهای شما را ببینیم. وقت برنامه ما تمام است. بازم تشکر از شما خدا جان. سپاس از همه شما بیننده های عزیز از اینکه بازم ما را همراهی کردین. سلامت باشین. وقت همه شما بخیر. برنامه های بعدی تلویزیون خورشید فراموش نکنین. الان نگهدار.